سلام وقت همگی بخیر من آیدا قجر هستم از تحریری ایران وایر و با یک برنامه دیگه از انتخابات غیرمنتظره با شما هستیم همکاران دیگر من از تحریری هم امشب با ما هستن سلماز اکتر سمانه قدرخان و مریم دهکردی ممنون از اینکه تو این برنامه با ما هستین میخوایم امروز راجع به چیزهایی که احتمالا شما هم منتظر بودید بشنوید در صحبتهای کاندیداها ها و نشنیدین صحبت بکنیم بیشتر چیزهایی که بود اظهاراتی که کاندیداها ها در مناظره های دور اول و دوم داشتن به نظر خود من شخصا بیشتر روی مسائل معیشتی و اشاره هایی به مسائل زنان یا اشاره به مسائل اهلیت ها یا اقوام بودش و از روش عبور کردن حالا نوع استفاده ای هم که ازش داشتن مطرحه اما چه چی چیزهایی بود که ناگفته های مناظره ها توسط کاندیداهای انتخابات و البته خصوصا دو کاندیدایی که به مرحله دوم رسیدن و ما دو روز دیگه شاهد برگزاری انتخابات در ایران و جمع ایرانی ها خواهیم بود با سلماز اکتر پیش میرم سلماز جان به نظرت ناگفته های این کاندیداها چیا ها بود؟ سلام به تو و همگی آیدا در طی این دو انتخاباتی که برگزار شده بیشتر از هفت مناظره برگزار شده بین نامزدها و بین برنامه های تلویزیونی دیگه ای هم بوده برای نامزدها با کارشناسانشون از حوزه های مختلف داریم راجع به ده ها ساعت برنامه تلویزیونی صحبت میکنیم به علاوه تمام برنامه های تبلیغاتی که ما ها داشتن به شهرهای مختلف میرفتن در مردم صحبت میکردن و ما تا امروز هیچ برنامه از هیچ کدوم از این نامزدهای انتخابات در مورد مسائل زیست محیطی ندیدیم ما نمیدونیم که نامزدهای انتخابات جمعه یعنی فقط دو روز دیگه فاصله داریم تا برگزاری این انتخابات در مورد یه سری از مسائل بسیار مهم مثل کمبود دارو قراره چیکار بکنن یا در حوزه بهداشت چه برنامه ای دارن همینطور در مورد خیلی از مسائل زنان که صرفا مسئله زنان در ایران رو تقلیل دادن به مسئله حجاب اجباری و راجع به نحوه مال حجاب اجباری نظراتشون رو اعمال کردن در مورد کودکان تقریبا هیچ حرفی زده نشده در هیچ کدوم از مناظره ها در هیچ سطحی در مورد مسئله اقلیت های مذهبی دینی و قومی هم صرفا به عقلیت اهل سنت پرداخته شد و صرفا راجع به مناسب سیاسی که اهل سنت میتونن در اختیار داشته باشن یا نمیتونن در اختیار داشته باشن صحبت شد مسائل گوناگون دیگه پیرامون این گروه از شهروندان ایرانی کاملا نادیده گرفته شد سلماز جان با خودت بمونم ادامه بدیم اینجا رو به دارو گفتی شاید این تصور در مخاطبان ایجاد بشه که بحث این که الان تحریم رو بگن چون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی معمولا روش مانور داده اینه که اگه دارو نیست اگه مشکلی توی بیمارستان وجود داره صرفا به خاطر مسئله تحریم هست آیا نظر شما و موردی که دارین اشاره میکنین به همینه؟ ببین اگر هم مسئله دارو محدود بیر شد به مسئله تحریم باز هم ما در مقام مطالبهگری بودیم که چرا با پافشاری بر برخی سیاست هایی که نمیدونیم در موردش هیچ نظرسنجی نظرخواهی یا رفراندومی برگزار نشده وضعیت کشور به مرحله ای رسیده که شهروندان برای تهیه حداقل داروهای مورد نیاز طی ماه گذشته اخباری منتشر میشد از اینکه داروهای ساده مثل آستامینوفن یا شربت سرماخوردگی توی ایران نایاب شده چرا کشور رو به اینجا رسوندن ولی واقعیتش اینه که نه برخلاف ادعایی که مسئولان جمهوری اسلامی دارند و کمبود دارو رو نسبت میدن به تحریم ها ما شاهد قاچاق دارو از ایران به کشورهای اطراف هم هستیم و اتفاقا من قبل از همین جلسه که ما با هم داشته باشیم داشتم اخباری مروری می کردم. سه ماه پیش وزیر بهداشت در یک مصاحبه با افتخار ادعا کرده بوده که 99 درصد داروی مصرفی در ایران داروی تولید داخله اما باز با این حال ما شاهد این هستیم که شهروندان از کم بوده دارو در رنج هستند این عدد و ارقامی که اعلام میکنن با اون چیزهایی که واقعیت کف جامعه است همخوانی نداره و میدونیم که بسیاری از مقامات اروپایی غربی بارها تاکید کردن که تحریم هایی که متوجه جمهوری اسلامی شامل دارو نیست بذار با مریم جان دهکردی پیش بریم نکته ای که سولماز جان اشاره کرد مریم راجب به مسئله زنان و اصطلاحی که به کاربرد گفتش تقلیل مسئله به هجاب بودش چیزی که در مورد کاندیداها ها صحبت کردن در مورد مسئله زنان گشت ارشاد میتونیم بگیم که بود و یا مسئله برق نوع برخورد با زنان در خیابان ولی که در واقع بحث روزه و انگار یه نوعی انگار که چون بحث روزه خواستن از موضوع استفاده بکنن اما فکر میکنم کمتر کسیه که ندونه مسئله زن در جمهوری اسلامی و در ایران ابعاد بسیار گسترده ای داره نظر خودت چیه؟ سلام بر تو و همراهان ایران وایر آیا همونجوری که گفتی تنها اشاراتی شد به مسئله هجاب پوشش اختیاری حق انتخاب پوشش و گشت ارشاد ببین در تمام سالهای گذشته یعنی در طول 45 سالی که حکومت جمهوری اسلامی سر کار بوده همواره تلاش کرده اولا حجاب رو یک مسئله فرهنگی تعریف کنه و بگه این فرهنگ جامعه ماست در ثانی کسانی که مخالفش بودن رو تقلیل بده به دو گروه افرادی که دوچار انحرافات اخلاقی و مشکلات اخلاقی هستند یا افرادی که پروژه بگیر فاند بگیر و وابسته به دولت‌های خارجی هستند یعنی اصلا این مطالبه رو به عنوان مطال به زنان ایران به رسمیت نمیشناخته اما در تابستان 1401 وقتی که اکثریت زنان ایران فارغ از جغرافیایی که توش زندگی میکنن اومدن به خط مرز خودشون رو با حکومت در ارتباط با انتخاب حق پوشش روشن کردن و در تمام این یک سال و چند ماه نزدیک به دو سالی که گذشته از موضعی که داشتن پا پس نکشیدند حکومت احساس کرد که این مسئله بیشتر از اون چیزی که فکر میکنه جدیه و تبدیل شد براش به یک شمشیر دولبه شمشیری که اگر ازش کوتاه بیاد یه جوری باخته اگر بر سرش بمونه هم باید هزینه زیادی پرداخت کنه کما اینکه پرداخت کرده اما همونطور که گفتی مطالبات زنان و مطالبات پاسخ داده نشده یا زنان در طول این سالها تعدادش بسیار زیاده یه نگاهی اگر بکنیم به شکاف جنسیتی در ایران رده بندیش در گزارش های جهانی که منتشر میشه سهم زنان در بازار اشتغال در اقتصاد در دستمزدها در مسائل مختلف و در واقع در پیوند با قانون و عرف و فرهنگ مثلا بریم روی خشونت های مبتنی بر جنسیت که در جای جای ایران رخ میده در همین دورانی که تبلیغات انتخاباتی برقرار بوده چندین دختر بچه توسط پدرانشون برد به قتل رسیدن چندین زن در جای جای ایران کشته شدن هیچ کدوم این قوانین اصلاحش در واقع بهبودش فکر کردن براش در برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری اصلا به نظر میاد محلی از اعراب نداره و این خودش به نظر من این پیام رو میده که سهم زن در سیاست های جمهوری اسلامی چقدر بی اهمیت و کم اهمیت و قرار نیست بهش به هیچ وجه پرداخته بشه مرسی از نکاتی که گفتی یکی از چیزهایی که حالا میتونم پیوند بدم با صحبت های سلما چون روی مسئله دارو و درمان به صحبت کرد فکر میکنم در حوزه زنان هم میتونیم به این موضوع اشاره کنیم بهداشت زنان یا حالا چه مسائل مربوط به باروری و این چیزهایی که مرکز توجه مقامات جمهوری اسلامیه چه مسائلی مثل سخت جنین یا این چیزهایی که در واقع اونجا ممنوعه ولی در بهداشت و, و زندگی و مرگ و حیات زنها نقش شفا میکنه آیلا جان مرسی از نکته‌ای که اشاره کردی ببین مسئله زنان بهداشت زنان مسائل مرتبط با مالکیت بدن اینا چیزایی است که اصلا کلا مقفوله و به نظر میاد تعریفی براش وجود نداره در همین دولت ابراهیم رئیسی ابتدای شروع به کار زمزمه هایی شد مبنی بر اینکه میخوان اصلا قربالگری رو از معاینات دوران بارداری حذف کنن بعد در راستای سیاست های فرزند اومدن و دسترسی زنان به ویژه زنانی که در روستاها و مناطق محروم بودن و در واقع وسایل پیشگیری از بارداری یا وسایل بهداشت و درمان پزشکی رو از خانه های بهداشت روستاها می گرفتن اینها رو کاملا محدود کردن به خاطر اینکه وقتی که, وقت که دسترسی نداشته باشن به اونا طبعا نمیتونن جلوگیری از بارداری هم بکنن و در راستای سیاست های فرزندآوری مجبور میشن در واقع به بچه دار شدن خیلی وقتا زنان رو رصد و پایش میکردن در شهرهای بزرگ حتی خانه ها و مراکز بهداشت تماس میگرفتن با زوج های جوان میگفتن که شما آیا هنوز مزدوج هستید چرا مثلا دو سال از زندگیتون گذشته هنوز بچه دار نشدین اینها همه مجموعه کارهایی بود که در راستای محدود کردن زنان و در واقع نقض حقوق زنان در دولت ها انجام می شد مرسی از نایم بزا با سمانه قدرخان ادامه بدیم نکاتی که میگی در مورد زنان ما هرچی بحث زنان رو باز بکنیم در واقع داریم بحث نیمی از جامعه رو انجام میدیم و اینکه اونقدر ریزه کاری داره و حوزه تبعیض علیه زنان و خوشنط علیه زنان بسیار گسترده است که پایان ناپذیر متاسفانه سامان جان با شما ادامه بدیم صحبت و سلماز روی مسئله کودکان هم انگشت گذاشت در واقع اینکه جای خالی کودکان در این و معضلات اونها میشه معضلات بسیاری رو راجع به کودکان پیش برده ام. اما مثلا موضوعی که شاید خیلی در خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی هم جا داره که بهش اشاره بکنن مسئله ترک تحصیل کودکان هست که شمار بالایی رو در بر میگیره فکر میکنی که چه نکاتی رو میشد به کودکان بگن یا باید میگفتن که نگفتن آیدا ببین مسئله کودکان مسئله بود که اصلا در این مناظره ها در موردش صحبت نشد این در حالیه که در سالهای گذشته به خصوص در دو سال اخیر ما سالهای بسیار سیاه و بحرانی رو برای کودکان داشتیم تعریف جمهوری اسلامی از کودک با تعریف بین المللی فرق میکنه یکی از مشکلاتی که حکومت جمهوری اسلامی در خصوص کودکان داره همینه یعنی تعریف بین المللی برای کودک از زمانیه که جنین نطفه تشکیل میده تا 18 سالگی حتی دارن تعریف جدید رو تا 21 سالگی هم میبرن که کودک و نوجوان رو در بر میگیره اما چون جمهوری اسلامی این رو قبول نداره برای همین مسئله کودکان اصلا در موضوعش قرار نمیگیره بحث ترک تحصیل بحث حمله شیمیایی به مدارس در سالهای گذشته است بحث استخدام روحانیان در آموزش پرورش که ساختار آموزشی رو بهش ضربه خیلی جدی وارد کرد بحث سند ملی حقوق کودکان و جوان که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعارض بسیار زیادی با کنوانسیون حقوق کودکان و جوان داره ولی بهش توجهی شده این سند بعد اصلاح بشه بحث فقدان عدالت آموزشی و طبقاتی شدن آموزش که همون باعث شده که ترک تحصیل در سالهای گذشته بسیار زیاد بشه برخی ترک تحصیل و محرومیت از تحصیل بچه ها رو منوط میکنن یا وابسته میدونن به جریان کرونا اما خیلی از کشورها تونستن در همون دوران کرونا هم با برنامه ریزی های درست آموزشی کودکان رو در امر تحصیل نگه دارن بعد هم اون رو جبران بکنن اما حکومت جمهوری اسلامی نتونست چون دلیلش فقط کرونا نبود بحث فقر بود بحث تنگ دستی بود بحث اون فاصله طبقاتی زیاد بود که بیشتر هم اتفاقا بر دختران فشار آورد به خاطر اینکه دختران طبقه محروم و شهرها یا مناطق کمتر توسعه یافته یا محروم نگه داشته شده اصلا از حوزه تحصیل رفتن بیرون امکان تحصیل رو از دست دادن و به جای اون مجبور شدن ازدواج بکنن شدن مسئله کودک همسری رو در واقع رشد دادن که اون هم تقصیر بچه ها نبود در واقع تقصیر حکومت و سیستم آموزشی بود و فشاری که بر والدین بود ما کودک همسری رو یا ازدواج در کودکی رو خیلی زیاد داشتیم در, در... که یک زنجیره است که وصل به بحث همون ترک تحصیل کودکان از طرفی در مورد پسرها ما بحث کودکان کار رو داشتیم نه اینکه در مورد دختران نداشتیم ولی در مورد پسران بیشتر دختران مجبور به ازدواج می شدن پسران میرفتن در واقع وارد فضای کار و اشتغال می شدن این بحث کودکان کار انقدر جدیه که حتی خیلی از فعالین حقوق کودک از داخل ایران گفتن این دیگه مافیای حقوق کودک نیست چون به خاطر مسئله در واقع فقر خیلی از خانواده های طبقه متوسط هم از این بح... مجبور شدن بچه هاشون بفرستن سر من چند تا مسئله دیگر باید خیلی سریع بگم بحث آمار خودکشی بین کودکان بود که باید در موردش صحبت میشد فجایی که در دولت رئیسی اتفاق افتاد نگاه بهش نشد بحث سازمان بهزیستیه که یکی از سازمان هایی که متولی بحث کودکانه ولی بهش نگاه نشد که این خیلی مسئله مهمی اما میخوام ازت اجازه بگیرم یک اشاره بکنم به بحث میراث فرهنگی درسته که در مورد حقوق محیط زیست اصلا صحبت نشد اما میراث فرهنگی یکی از اون در واقع مطالبی بود که به هیچ عنوان بهش اشاره نشد در حالی که ما در بخش مرمت مشکل داریم در بخش صنایع دستی که داره از بین میره مشکل داریم من اینا رو برات اینجا رو نوشتم که یادم بمونه محوطه هایی که ثبت جهانی شدن ولی در وضعیت وز... و... بسیار اسفباری هستند بحث گردشگری و وضعیت توریسم ماست که تحت و دیپلماسی خارجی قرار گرفته و به خاطر بحث گروگانگیری اون هم صدمه بسیار زیادی خورده برای ما که نمیخوایم فقط صادرات نفت و گاز داشته باشیم اتفاقا زمینه های گردشگری خیلی زیادی داشتیم که در این دولت ها نتونستیم شناسایی محبت های باستانی بسیار مهم برای ایرانی که در دسترس نیست اما براش سرمایه گذاری نشده باید کاندیداها در مورد مسئله محیط زیست صحبت میکردن قاچاق عتیقه در سالهای گذشته بوده اینها مباحثی که اصلا مورد نظر قرار نگرفت فقط پور محمدی در یک مصاحبه اشاره کرد که من به کورش ارادت دارم که این دردی رو درمان نمیکنه از مسئله محت... محت... ممنونم از سمانه از نکاتی که مطرح کردیم من برگردم به سولما. سولما از نکات خیلی زیادی. مطرح شد که باید کاندیداها میگفتن نگفتن بسه حالا زنان کودکان و بناهای تاریخی و همه مواردی که بود ببینم به نظرت این بحث این که نمیتونن اینا حرف بزنن میتونه مطرح باشه یعنی که اصلا مسئله این کاندیداها نیستش که راجع به این موضوع صحبت کنن ببین به صورت روزانه اخباری در مورد بحران فرونش هست در ایران در رسانه ها منتشر میشه یعنی موضوع امنیتی هنوز نشده بله موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه جز مسائل متاسفانه امنیتی شده یکی پرداختن بهش برای فعالین محیط زیستی میتونه عواقبی داشته باشه اما به صورت روزانه ما خبرهایی می‌خونیم مبنی بر اینکه شهر اصفهان که یک شهر بسیار مهمه هم در حوزه تمدن ایرانی و هم در حوزه فرهنگ ایرانی ممکنه تا چند سال آینده به دلیل فرونشست و زمین غیر قابل سکونت بشه ولی اصلا مسئله نامزدها نبوده ما هر روزانه در اخبار میخونیم که چطور آلودگی هوا که بخشش ناشی از سوخت غیر استاندارد بخشش دلایل دیگه ای داره میتونه باعث مرگ بشه وزیر بهداشت اعلام کرده بود که طی سال 1402 بیش از هزار نفر در کل ایران مرگ منتصب به آلودگی هوا داشتند این آمار خیلی بزرگیه که بهش دیده نشد ولی میبینیم که نامزدی هست که توی کشوری که در چنین از بحران خشکسالی در رنجه میاد و ادعا میکنه که میخواد یه عدد خیلی قابل توجهی سیفیجات صادر بکنه میدونیم که سیفیجات جزو نوع کشاورزی بسیار آببر هستن بنابراین من فکر میکنم که نه اینکه به دلیل اینکه نمیتونن تغییری ایجاد بکنن یا صحبت کردن در موردش من ای داره اصلا موضوعشون نیست اصلا مراشون اهمیتی نداره صرفا مسائل ایران رو تقلیل دادن به مسئله معیشت و تمامی مناظره ها از مناظره فرهنگی تا سیاست داخلی تا سیاست خارجی فقط گره, خورده بود به موضوع معیشت مرسی از همگی البته من یاد این مناظره آخرم افتادم که نه تنها هیچ اشاره نشد و به قول شما مسئلهشون هم نبود بلکه رقابت در نداشتن برنامه بود چون واسه اون چیزهایی هم که ادعاش رو هیچ کدوم برنامه نداشتن ممنون از همگی که با ما بودین متشکرم تا فردا شب که یکی دیگه از همکاران من با برنامه انتخابات غیرمنتظره با شما خواهد